این حکایت کوتاه و با همون زبان شیرین سعدی بشنوید. یکی را از علما پرسیدند، از یکی از علما پرسیدند که کسی با ماهرویی در خلوت نشسته و درها بسته و رفیقان خفته و نفس طالب و شهوت غالب. فضا رو تصور کردین دیگه. خلاصه که یکی با یه زیباروی تنهاست و هیچ مانعی هم در کار نیست. توی این اوضاع اون شخص هیچ باشد که به قوت پرهیزکاری از وی به سلامت بماند؟ یه درصد هم امکان داره که پاش نلغزه و خطا نکنه؟ و اون عالم حرف قشنگ و عالمانه‌ای زد، گفت اگر از محرویان به سلامت ماند، از بدگویان نماند. اگر هم از اون خلوت و از پیش اون ماهرو جون سالم به در ببره و به سلامت بیاد بیرون، از دست زبان مردم و بدگویان جون سالم به در نمیبره. آخرین حکایت گلستان هم سعدی یه بیت خوبی داره که میدونم حفظتون میشه. میگه شاید پس کار خویشتن بنشستن، آدم شاید بتونه از عهده خودش بر بیاد، لیکن نتوان زبان مردم بستن، اما از عهده بستن زبان مردم بر نمیاد. حالا منظور سعدی این نیست که به بدگویی مردم توجه نکنه و توی اون خلوت واسه خودش بلغزه و نادرستی کنه. منظورش اینه که دوروبرت یه آدمایی هستن که تو هر کاری هم بکنی نمیتونی زبونشون رو ببندی. حتی اگه کار درست و خوب و حسابی هم بکنی، اونا درباره تو حرف خودشونو میزنن، فکر خودشونو میکنن، اون بدگویی خودشونو میکنن. پس حالا که اینطوره، به قول مولوی، هین تو کار خیش کن ای ارجمند، زود کیشان ریش خود برمیکنند. این بیت مال اون حکایت کره اسب و مادرش. مولوی میگه تو کار خودتو بکن، اونا شر خودشونو کم میکنن. تو کار خودتو بکن و خودتو زندونی نگاه و فکر و حرف دیگران نکن. این حرف لاوتسه است، حکیم چین باستان. Care about what other people think and you will always be their prisoner. همین که به فکر و حرف دیگران درباره خودت اهمیت بدی، زندونی اونا شدی. پس آزاد باش و این بیت سعدی رو همیشه به خاطر داشته باش. شاید پس کار خویشتن بنشستن، لیکن نتوان زبان مردم بستن.